شکوه کم نظیر تاجران و کارمندان آراد برندینگ در بزرگترین همایش اقتصادی کشور. در این همایش‌های پرشور شاهد آموزش‌های مدیران ارشد آراد برندینگ در راستای آرادی با حضور تاجران قدرتمند از سراسر کشور هستیم. در ابتدای این جلسه با شکوه شاهد سخنرانی آقای نیانگ دیانگ سفیر تامل اختیار و فوق‌العاده سنگال بودیم. و از این فرصتی که امروز شرکت کردم استفاده میکنم تا در حقیقت ارتباطی باشه بین سرمایه‌گذاران ایرانی و سنگالی. سپس مهندس قربانی مدیرعامل آراد برندینگ به موضوع علت اصلی موفق نشدن پرداختند و افزودند: اما چرا ما موفق نمیشیم؟ خود سفیرم امروز صحبت کرد، اینا هم نمیتونن. اولیش اینه، چطور باید رشد کنم نمیدونم. اینایی که پنجتایی که میگم بیشتر فریب ذهنیه. میگه آقا من به این رسیدم، اصلا از این مسیر خوشم اومد، تجارت خیلی خوبه، اصلا آراد خیلی خوبه، نمیدونم چیکار کنم. اینا رو همش به خودتون میزنید. باید شما اول تصمیم بگیری تا کجا میخوای رشد کنی. اینجا دو تا اتفاق میفته، یعنی دو تا راه داره. یک باید، دو میخوام برسم. اینو اگر بفهمین ثمره صحبت امروزم این دوتا باشه کفایته. در خلال این برنامه مدیران ارشد آراد برندینگ در فضایی کاملا صمیمی پای صحبت تاجران و فعالان اقتصادی نشستند و به سوالات و ابهامات ایشان جواب دادند. در پایان مهندس شعبانی رئیس هیئت مدیره آراد برندینگ در رابطه با انتخاب مقصد صادراتی اظهار کردند: کسی که تجارتش فقط بسته رو عراق، دولت عراق یه شب خوابید صبح بیدار شد گفت واردات سیمان از ایران ممنوع، در حالی که سیمانی که ما داشتیم بهشون میفروختیم نصف قیمت تولیدی خودشون بود، ولی اومدن تحت عنوان حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری فرانسوی گفتن آقا ما خودمون میایم و و و و وقتی شما یه بخشی رو پوشش داری فقط روی کشور خودتو لنگ نکردی، امنیت کارت به شدت میاد بالا.